بله، همونطور که میدونید روز گذشته وزیر سمت رئیسی در مجلس استیضاح و از کار برکنار شد. خب این چهارمین وزیر دولت رئیسیه که در عرض چند ماه از کار برکنار میشه. اما سوال اینجاست که خب هنوز 2 سال از عمر این دولت به اصطلاح خامنه‌ای، دولت جوان و حزب اللهی که خودش اون رو مورد نظر داشت و خلاص روی کار آورد نمیگذره، اما مجلس هم تقریبا اگه نگاه کنیم 1 دست از عناصر خامنه‌ای تشکیل شده. سوال اینجاست که خب چطور به این صورت به صورتی بی سابقه 4 وزیر و چند معاون وزیر در عرض این مدت کوتاه برکنار میشن؟ علت این برکناری‌ها چیه؟ برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با همکارم منوچهری. منوچهر به شما سلام میکنم، خیلی ممنون که الان همراهمون هستی. منوچهر، با توجه به اینکه رضا فاطمی امین الان کمتر از 6 ماه پیش مجددا از مجلس رأی اعتماد گرفته بود، علت برکناریش رو شما چطور دیدی؟ بله، با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی. این سوال خیلی خوبیه، فکر میکنم به ذهن هر کسی بزنه و ممکنه اینطور تصور بشه که عجب نمایندگان و مجلس فعال و مدافع حقوق مردمه که در عرض کمتر از 6 ماه 1 وزیر رو 2 بار به مجلس آوردن و بار دوم از کار برکنار کردن. ولی اگه خبرها رو خوب دنبال کرده باشیم میفهمیم که اولا دلیل این برکناری ها به هیچ وجه حسابرسی از وزرا و دفاع از حق و حقوق مردم نیست، چون این رژیم سر تا پا همه فاسد هستن و میزان فساد انقدر زیاده که حتی بعضی وقتا صدای نفرات خود رژیم هم در میاد. مثلا همین آقای وزیر سمت، همین که آقای رضا نیا اشاره کرد، برای اینکه استیضاح نشه ظاهرا به 70-80 تا از نماینده های مجلس یکی خودرو شاسی بلند که قیمت هر کدوم هم چند میلیارد تومنه داده بود که چون به همه نرسیده بود صدای برخی دیگه از نماینده ها در اومد و این موضوع افشا شد. پس موضوع فساد که سر تا پای این رژیم هست دلیل برکناری این وزرا نیست. دلیل اصلی برکناری ها یک چیزی بیشتر نیست و اون جلوگیری از انفجار خشم مردمه که هر لحظه ممکنه مجدداً مثل قیام های قبلی منفجر بشه، چون اینا میخوان مشکلات و اشکالات موجود رو به گردن یه تعداد وزیر و معاون وزیر بندازن و به قول معروف اینا رو گوشت قربونی کنن تا کل رژیم رو حفظ کنن. البته نه اینکه این وزرا نقشی تو این فسادها نداشتن، ولی خونه از پای بس ویرانه و با عوض کردن چند تا وزیر و معاون وزیر هیچی عوض نخواهد شد. مثلا نگاه کنید تو همین 1 سال گذشته، اول عبدالمالکی وزیر کار رو عوض کردن چون کارگرها در همه شهرها دست به اعتراض و اعتصاب زده بودن و بعضشان هم طوری شده بود که تقریبا همه در زیر خط فقر داشتن زندگی میکردن، نه حقوقشون به موقع پرداخت میشد و نه مزایا و بیمه و غیره که یه قسمتهایی را آقای رضانیا بهشون اشاره کرد. اینا با برکناری وزیر کار مشکلات وضعیت کارگران رو به گردن اون انداختن که انگار اون باعث شده کارگران این وضعیت داشته باشه. بعد عذر رستم قاسمی وزیر مسکن و شهرسازی رو خواستن که بگن اون مسئول نرسیدن به تعهد ساخت 1 میلیون واحد مسکن در سال گذشته بوده و گرونی سرسام‌آور قیمت مسکن در عرض 2 سال گذشته رو به گردن اون بندازه. بعد یوسف نوری وزیر آموزش پرورش رو به خاطر اعتراضات مستمر معلم‌ها و فرهنگی‌ها که حتی با وجودی که رده‌بندی مشاغلشون بعد از مدت‌ها اعتراض و اعتصاب تو مجلس هم تصویب شده بود، ولی باز حقوق و مزایاشون به موقع پرداخت نشد. حتی تو اسفند ماه قبل از عید که باید حقوق و عیدیشون داده میشد تا یه مقدار مخارج عیدشون به قول معروف تامین بشه، حقوقشون رو ندادن. بگذاریم که مسئله حملات شیمیایی به مدارس دخترانه هم روی موضوع اومد و عده‌ای وزیر آموزش پرورش و مسئولین حملات شیمیایی معرفی کردن که به قول معروف باز اصل قضیه رو در ببرن. ولی همه مردم میدونن که خود خامنه‌ای و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات پشت این موضوع هستن. بعد نوبت به برکناری مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه بودجه رسید و اونو مسئول ندادن حقوق معلم‌ها و سایر کارمندان معرفی کرد.
به این تغییرات باید برکناری دو رئیس بانک مرکزی رو اضافه کرد که اونا رو در واقع مسئول بالا رفتن قیمت بی سابقه و باور نکردنی دلار و بی ارزش شدن هرچه بیشتر ارزش ریال در دو سال گذشته معرفی کردن. در نهایت هم الان وزیر سمت رو کنار گذاشتن تا وضعیت فاجعه بار صنعت خودرو و کیفیت افتضاح خودروهای ساخت داخل که به تابوت معروف شدن رو و از حلبی در واقع ساخته میشن ولی با قیمتهای سرسام‌آور به مردم فروخته میشن رو به گردن اون بندازن تا صدای اعتراضات مردم رو به نوعی بخوابونن و بگن که کسانی که مسئول این وضعیت ها بودن رو از کار برکنار کردن. بله، من چه اجازه بده قبل از سوال بعدی کامنت بیننده‌ای رو بخونم. شما از فساد در رژیم گفتی، این بیننده گفته که فساد در نظام سیستماتیکه و بدون فساد کار رژیم پیش نمیره. دزدی و فساد مالی توی رژیم کمک میکنه که نفرات اون سر کار باشن و امروز رو تا فردا سر کنن. حالا من چه اگه بخوایم سوال بکنیم که بالاخره مسبب این مشکلات اگه این وزیر نیست و یا اون وزرا نیست، بالاخره مشکل کار کجاست و چه کسیه؟ خودت فکر میکنی؟ بله. کیه که در واقع ندونه؟ کسی که مسئول تمام این وضعیت هاست خود خامنه ای و بعدم سپاه پاسدارانه که در همه امور نقش دارن و مسبب تمام این بدبختی ها هستن. در صنعت خودرو هم یک مافیای قوی پشت پرده وجود داره که نه اجازه ورود خودرو و قطعات یدکی رو میده و نه خودشون تغییری در کیفیت خودروهای ساخت داخل ایجاد میکنن، چون میخوان ماکسیموم دزدی و استفاده رو بکنن و تنها کسایی که بهای این وضعیت رو دارن میدن مردم هستن که علاوه بر پول با جونشون دارن قیمت میدن. تو همین تعطیلات عید امسال بیشتر از 1100 نفر در تصادفات جاده ها کشته شدن، جونشون از دست دادن و چند هزار نفر هم مجروح شدن که اکثرا به گفته خود رسانه‌های رژیم به خاطر کیفیت پایین خودروهای پراید و پژو ساخت داخل بودن که بیشتر این تصادفات رو داشتن. پس اگر به طور مختصر بخوام دلایل برکناری این وزرا رو بگم، چیزی نیست جز ترس از شورش مردم و تا وقتی یک آدم بی سواد جنایتکار مثل رئیسی به عنوان رئیس دولت هستش که در اصل توسط خامنه‌ای برای سرکوب اعتراضات در این سمت منصوب شده، باید منتظر تغییرات بیشتری هم باشیم. ولی در نهایتش با تغییر کل این رژیم و سرنگونی اون توسط مردمه که این تغییرات هم خاتمه پیدا خواهند کرد. بله، من چه ممنون از اینکه تو این گفتگو همراه ما بودی و نکات سر برکناری وزرای کابینه رئیسی. بله، با تشکر از شما.